ازادي راديو په دې ویاړي چې د ملي تلویزیون سره په ګډه د جمهوري ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازیم. ګرانو وطنوالو، په ډېره خوشي سره غواړم چې د افغانستان د جمهوري ریاست دغه درې محترم کاندیدان تاسو ته در معرفي کړم. محترم حامد کرزی، محترم ډاکټر اشرف غنی احمدزی او محترم ډاکټر رمضان بشردوست. یو خبر باید یادونه وکړو چې موږ دې مناظرې ته د جمهوري ریاست یو بل کاندید محترم ډاکټر عبدالله عبدالله هم را دعوت کړی و، خو متاسفانه تقریبا دوه درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړ چې نه غواړي په دې مناظره کې ګډون وکړي. در آغاز ما یک سوال را مطرح میکنم و این سوال از هر کاندید پرسیده میشه. هر کاندید برای سوال اول 3 دقیقه وقت داره. به اساس کرکشی آقای بشردوست شما اول آمدید. سوال که من مطرح میکنم به هر سه کاندید محترم عین سوال است. آقای بشردوست بسیار معذرت میخوایم، چرا شما میخواهید رئیس جمهوری افغانستان شوید و چی چیز شما را نسبت به سایر کاندیدا بهتر میسازد؟ شما 3 دقیقه وقت دارین، لطفا به ساعتی که اینجا است متوجه باشین که سرخ شد، شما لطفا استاد کنید تا با یک کاندید دیگه بریم. دلوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د شهیدانو په یاد، زما تودی سلامونه ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته و تشکر از هموطنان خود که در 27 ولایت از نزدیک من پذیرفتن و استقبال کردن و با ما همکاری کرد. بارها در رابطه با این سوال که خبرنگارا مطرح میکنه، من گفتم که اگر یک کاندید پیدا شود، یک کاندید پیدا شود که او بگوید که من کاندید ریاست جمهوری هستم به خاطر که میخوایم بادیگار داشته باشم، خیشای خودم جا مقرر کنم، جیب خود پر کنم، من برای مو کاندید رای میدم. کل کاندیدا شعار چین است که من که کاندید هستم به خاطر خدمت به مردم است، به خاطر استقلال افغانستان است، به خاطر آزادی است، به خاطر قانونیت آوردن است، به خاطر عدالت آوردن است. به خاطر این است که من برای هموطنان خود میگم که روی حرف هیچ کاندید ولو بشر دوست باشه باور نکنی. وقتی بشر دوست برای شما میگه یا هر کاندید دیگه که من خدمت میکنم، هدف من این است که افغانستان رو بسازم، عدالت بیارم، قانونیت بیارم، سر حرفش اعتماد نکنید. ترازوی اعتماد شما فقط عمل باشه. از خود پرسان کنید کمی بشر دوست کمی حرف میزنه، وقتی که وزیر بود، وقتی که وکیل بود، یا امروز که ای در افغانستان هست، آیا ثابت کرده که بین افغان ها مثلا تعصب قائل نیست؟ در عمل نه در حرف. با خاطر این است که چیزهایی که من میگم ایرم هموطنان ما باید بر اساس عمل من بررسی کنند. اولین هدف ما مسلم این است که در افغانستان آرام و آباد و آزاد ساخته شود. زمانی کار ممکن است که خود کاندید آزادی مطلق خود را داشته باشد، سر نفس خود تسلط داشته باشد و در عمل بین یک بچه تاجیک، ازبک، پشتون، پشهی، نورستانی یک سری سوزن فرق قائل نبوده باشد. کاندیدا در مجموع میگه ما به زن حق میدیم، اما باید سوال شود که در عمل وقتی بودن چگونه بی عملی کردن. وزارت پلان هم ببینن، کادر رهبریش که ما ساختیم و دیگر وزارت ها رو خانه هم ببینن. کل کاندیدا میگن ما قانونیت ما رعایت میکنیم، در افغانستان ما قانون میاریم، اما تقریبا کل کاندیدا امروز بدون اجازه مالکی دکان، موتر، دیوار، پوستر خود سرزور نصب میکنند. تشکر. خلاص شد. آقای بشردوست، بله، شما هنوزم 22 دقیقه وقت دارید، 22 ثانیه. اینجاست که ما باید معیار عمل قرار بدیم. کاندیدی که میگه من قانون مراعات میکنم و سر دکان مردم، غرفه مردم پوستر خود بدون اجازهش نصب میکنه، معلوم میشه که قانون مراعات نمیکنه. از الان شروع کرده به بی قانونی. تشکر، چون فکر میکنم سرخ شد. لطف کردین سر. تشکر.